درود بر شما دوستان و همراهان، در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس میخواییم در خصوص عبارت هایی که برای گفتن من نمیدانم استفاده میشند صحبت بکنیم و اونها رو با هم مرور کنیم و یاد بگیریم. دوستان در نظر داشته باشید که هر عبارت در این درس برای شما 3 بار تکرار میشه تا خوب یاد بگیرید. فراموش نکنید که شما هم همگام با این درس و این کلیپ تکرار بکنید، با صدای رسا بیان بکنید و صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشکالات احتمالی تلفظی و بیان خودتون رو رفع بکنید تا به نتیجه بسیار مؤثر و مفیدی در این مسیر برسید. بسیار خوب، بپردازیم به عبارت‌های کاربردی برای ابراز بی‌اطلاعی یا گفتن نمیدانم در انگلیسی. Don't know مخفف عبارت I don't know، یعنی من نمیدونم، و در انگلیسی عامیانه بسیار کاربرد داره. Don't know. How should I know? How یعنی چگونه، should یعنی باید، I یعنی من، know یعنی دانستن. How should I know یعنی من چطور باید بدونم، من از کجا باید بدونم. How should I know? Don't ask me. Don't یعنی انجام نده. Ask یعنی پرسیدن، درخواست کردن. Me یعنی از من، مرا. Don't ask me یعنی از من نپرس، از من نخوا. Don't ask me. Search me. Search یعنی جستجو کردن. Me یعنی مرا. Search در اینجا در ابتدای عبارت و جمله اومده و حالت امری داره، یعنی بگرد، جستجو کن. Search me یعنی منو بگرد، بیا منو بگرد، من نمیدونم از کجا بدونم. Search me. I'm not a mind reader. I'm not یعنی من نیستم. Mind یعنی فکر و ذهن. Read یعنی خواندن. Reader یعنی خواننده. Mind reader یعنی فردی که ذهن دیگران رو میخونه، فکر دیگران رو میخونه، پیشگو. I'm not a mind reader یعنی من که پیشگو نیستم. از کجا بدونم این چیزی که داری از من میپرسی، از کجا باید بدونم، من که پیشگو نیستم. I'm not a mind reader. Who knows? Who یعنی چه فردی، چه کسی. Know یعنی دانستن. Knows اس سوم شخص گرفته به خاطر who. دقت داشته باشید وقتی who بیاد فعلش باید طبیعتاً اس سوم شخص رو به خودش بگیره. Who knows یعنی کی میدونه، یا کی میدونه جواب این سوالی که داری میپرسی، پس طبیعتاً منم نمیدونم. Who knows. I don't have that answer. I don't have
یعنی من ندارم. That یعنی آن، اشاره به دور. Answer یعنی جواب، پاسخ. I don't have that answer یعنی من اون پاسخ رو ندارم، من اون جواب رو ندارم. خیلی راحت‌تر نمیدونم. I don't have that answer. I don't have that answer. If only I knew that. If only I knew that. If only یعنی ای کاش، اگر، اگر فقط این اتفاق می افتاد. چه اتفاقی؟ I knew، گذشته I know، یعنی من می دونستم. That یعنی آن را، اشاره به دور. If only I knew that یعنی چی می شد اگه اون رو می دونستم، اگه می دونستم جوابش رو چی می شد. خیلی راحت طرف می خواد نگه به شما پاسخش رو، میگه اگه می دونستم چی می شد بهت می گفتم. If only I knew that. If only I knew that. I would also love to know more about that. I'd also love to know more about that. I would love یعنی من دوست دارم، میخوام که، یا عاشق اینم که. Also یعنی همچنین، to know که بدونم، more یعنی بیشتر، about یعنی در مورد، that یعنی اون، اشاره به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه. I would also love to know more about that یعنی من هم دوست دارم در مورد اون چیزی که میپرسی بیشتر بدونم، یعنی من چیزی نمیدونم، دوست دارم تو به من بگی، دوست دارم بیشتر بدونم. I'd also love to know more about that. I'd also love to know more about that. I don't know, but maybe someone else does. I don't know, but maybe someone else does. I don't know یعنی من نمیدونم، but اما maybe شاید، ممکنه، someone else یعنی فرد دیگری، someone یعنی فردی، else یعنی دیگری، does یعنی انجام میده. کدوم کارو؟ know دانستن رو. I don't know but maybe someone else does یعنی من نمیدونم اما شاید یکی دیگه بدونه. I don't know but maybe someone else does. I don't know, but maybe someone else does. Sorry, I can't help you there. Sorry, I can't help you there. Sorry, یعنی متاسفم. I can't help یعنی نمیتونم کمک بکنم. به کی؟ You، تو رو. There یعنی آنجا، در اون موقعیت خاص. Sorry, I can't help you there یعنی متاسفم، در این مورد نمیتونم کمکت کنم، در مورد این ماجرا نمیتونم کمکت کنم. Sorry, I can't help you there. Sorry, I can't help you there. I don't know anything about this. I don't know anything about this. I don't know یعنی من نمیدونم. Anything یعنی هر چیزی. About یعنی در مورد. This یعنی این ماجرا، این چیزی که تو داری در موردش صحبت میکنی. I don't know anything about this یعنی من در مورد این چیزی که داری صحبت میکنی هیچی نمیدونم، اطلاعاتی ندارم. I don't know anything about this. I don't know anything about this. I don't know the first thing about this.
I don't know the first thing about this. I don't know یعنی من نمیدونم. The first thing یعنی اولین چیز رو، چیزای ابتدایی رو. About this یعنی در مورد این چیزی که تو داری صحبت میکنی، در مورد این چیزی که تو داری میگی. I don't know the first thing about this یعنی من چیزای اولیه رو، موضوعات ابتدایی رو در مورد چیزی که میگی نمیدونم، چه برسه به موضوعات دیگه. I don't know the first thing about this. I don't know the first thing about this. Don't ask me. Don't ask me. Don't یعنی انجام نده، در حالت نهی اومده، یعنی مخالف امر کردن. Ask یعنی پرسیدن، درخواست کردن. Me مرا، از من. Don't ask me یعنی از من نخواه، از من نپرس، من نمیدونم. Don't ask me. Don't ask me. I have no idea. I have no idea. I have یعنی من دارم. No در اینجا برای منفی شدن یعنی نه. Idea یعنی ایده، نظریه. I have no idea یعنی من ایده‌ای ندارم، نظری ندارم، نمیدونم، هیچ ایده‌ای ندارم، هیچ اطلاعاتی ندارم. I have no idea. I have no idea. I haven't the foggiest idea. I haven't the foggiest idea. I haven't یعنی من ندارم. Foggy یعنی مهالود و غیر واضح. Foggiest یعنی مهالودترین. Idea یعنی ایده و نظر. I haven't the foggiest idea یعنی من هیچ ایده غیر واضح، حتی ایده خیلی مختصری هم در مورد موضوع ندارم، هیچ اطلاعاتی در این مورد ندارم. I haven't the foggiest idea. I haven't the foggiest idea. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Guess یعنی حد زدن، همچنین به معنی حدس و گمان. Your guess یعنی حدس تو. Is است. Good یعنی خوب. As good as یعنی به خوبیه. Mine یعنی مال من. Your guess is as good as mine یعنی همونطور که تو حدس میزنی منم همونطور حدس میزنم. من خیلی اطلاعات دقیقی ندارم، حدس منم شبیه حدس توه. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. I haven't got a clue. I haven't got a clue. I haven't یعنی من ندارم. Got یعنی داشتن، در دست داشتن. I haven't got در حالت تأکیدی ممکن استفاده بشه و به جای I haven't یا I have گفته بشه I haven't got یا I have got و بیشتر در بریتانیایی استفاده میشه. Clue یعنی سرنخ، یک اشاره به اون ماجرا. I haven't got a clue یعنی من سرنخی ندارم، هیچ اطلاعات مختصری که منجر بشه به اون چیزی که تو میخوای ندارم، نمیدونم. I haven't got a clue. I haven't got a clue. بسیار خوب دوستان، عبارت‌های کاربردی و رایج برای گفتن نمیدانم در انگلیسی رو با هم مرور و تمرین کردیم. فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده می‌کنید تمرین و استفاده بفرمایید. دوستان روش تمرین و روش استفاده و روش یادگیری
بسیار مهمتر است از منابع یادگیری، بسیار مهمتر است از کلیپی که دارید شما یک بار میبینید. این خیلی مهمه که شما طبق یک روش درست، طبق یک روش سیستماتیک و طبق یک تکنیک کاربردی که تأثیرش اثبات شده تمرین و یادگیری داشته باشید. پس حتما فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید و طبق همین روش یادگیریتون رو منطبق کنید تا منجر بشه به یادگیری مؤثر و مفید شما عزیزان. بسیار خوب دوستان، سپاسگزاریم از همراهی و حمایت‌های شما عزیزان. منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم. لطفاً فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن. همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس‌های بیشتر و درس‌های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتماً دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ایام به کام، خوش باشید.